امروز درباره یکی دیگه از گام هایی که در موسیقی غیر تونال استفاده میشه صحبت خواهیم کرد خب من در مورد موسیقی غیر تونال اصلا یه پلیلیست جداگانه ای دارم که یه مجموعه خیلی کاملی از این نوع موسیقی رو ارائه دادم جدای از کاربرد مستقیم گام های بی باپ که این موضوع این ویدیو هست موارد دیگری هم میشه از این نوع ویدیوها برداشت کرد و اونم ایده برداری است که من وقتی با آن چیزی که در سایر ژانرهای موسیقی برای مثال موضوع امروز ما موسیقی جاز هست در اون انوا... اه... سایر انواع رایج هست من از اونها استفاده ب... اونا رو بشناسم به خوبی میتونم از اونها ایده بگیرم اونها رو بومی کنم و برای موسیقی ایران ازش استفاده کنم جدای از اینکه در بحث موسیقی تلفیقی هم لازم هست افرادی که ادعا شو دارن که تو این زمینه کار میکنن ولی متاسفانه سوادش رو ندارن با این دانش آشنا باشن همونجور که از تیت مشخصه گام های بی باپ رو با هم مرور خواهیم کرد که از گام های رایج و مرسوم در موسیقی جز هست و دوستانی که بداه نوازی میکنن در موسیقی جز با این نوع گام ها آشنا هستن یکی از مصادیق کروماتیزم در موسیقی است کروماتیزم یعنی استفاده از نوت خارج گام به شکلی منسجم و ساختارمند نه همینجور بالاخره <laughs> لا با یک قوانین و ساختاری که آموزش میدیم در این ویدیوها چگونه میشه از سایر نوت استفاده کرد اگه من هفت تا نوت در اختیار دارم اون پنج تا نوت دیگه هم وارد بازی بشه باعث ایجاد رنگ و بوم میشه تنوع در موسیقی ایجاد میکنه پس گام بیباب گامی است یه گام معروفی شما داشته باشید حالا من اینجا فکر کنم چهار دسته رو آوردم این خودش دو تاست. اون خودش دو تاست بر... اینجا یه تعدادی من گام معروف مثلا مینور ملودیک مینور هارمونیک اصلا گام ماژور یا گام تمام پرده گام مود دورین مود میکسولیدی اینا یه سری گام های مرسومی است که موجوده شما به این, مج... به این مجموع نوت ها یک نوت کروماتیک اضافه کنید دقیقا مثل این میمونه که وقتی میخواین آشپزی کنید در قابلمه رو رو وردارید یه مقدار فلفل بریزین توش باعث میشه که غذای شما یک مقدار سپایسی بشه و ما دنبال این هستیم که موسیقی رو یه مقدار بهش رنگ و بوی بیشتر از آن هفتا است که دائما تکرار میشود معمولا گام های کلاسیکی که این نوت بهش اضافه میشه اونا باید هفت نوته باشن برای اینکه این نوت بهش اضافه بشه عدد هشت حاصل بشه این عدد هشت رو من راجبش توضیح میدم ولی لزوما برای این ایده که عرض کردم فقط برای گام های هفت نوته نیست میتونه به گام هشت نوته هم اعمال بشه نه نوته بشه به گام پنج نوته اضافه بشه شش نوته بشه پس یه گام است معمولا هفت نوته یکی از گام های کلاسیک و شناخته شده که یک نوت کروماتیک بدان اضافه می شود یکی از مصادیقش در موسیقی بلوز هست گام بلوز که من خب یه ویدیو جداگانه کاملا راجبش دارم پلنگ صورتی رو اونجا به عنوان نمونه آموزش دادم خب گام پنتاتونیکی است که پنج نوته شما یک نوت بلوز بهش اضافه میکنید اون کروماتیک هم هست اون پلنگ صورتی رو ببینید متوجه خواهید شد یکی از کاربرد داشتن تو موسیقی ایران هم شبیه اینو ما داریم اصلا یکی از اون چیزهایی که باعث میشه که مودهای مختلف گامهای مختلف از هم دیگه متمایز بشن نوتهای آغاز ایست خاتمه و نوت متغیر خب راجع به این ساختار مودال و اینا قبلا خیلی من صحبت کردم این نوت میشه جزء نوت‌های متغیر دستبندی بشه شما توی گامتون هم برای مثال نوت سی رو دارید هم سی رو دارید یا فرق نمیکنه تو اینجا هم لا رو دارید هم لا رو به شکل همزمان در ساختار نوت هاتون وجود دارن اینها شبیه این تو موسیقی ایران هم هست مثلا خب من خیلی دارم ویدیو راجع به دستگاه ها و آوازهای موسیقی ایرانی یکی از معروف ترینش دشتی است که در آواز دشتی شما یک نوت متغیری دارید که هم به صورت اورجینال است هم به صورت آلتری شده کروندار ازش استفاده میشه خب این هم شبیه همونی دست دیگه من بتونم از این ایده الهام بگیرم همین ساختار رو ایرانیزش بکنم توی موسیقی ایران به حتی به شکل تلفیقی ازش استفاده کنن ولی اصلا سوال اینه که من چرا معمولا اینو برای گام هفت نوت استفاده میکنم و چرا تو موسیقی جاز در حالتی که یک بداه نوازی ملودیک در حال اجرا هست یعنی یک ملودی داره با یک ساختار هارمونیک شما ساختار هارمونیک در موسیقی جز تونال خیلی موسیقی ساختار مشخصی است توالی اکورد دو پنج یک استاندارد یعنی اکثر دوستانی که موسیقی جز تونال کار میکنن توالی 2 5 یک دو پنج, دو پنج از این استفاده میکنن حالا روی این ساختار هارمونیک میخواهم یک ملودی بسازم یه مشکلی ایجاد میشه در گامهای هفت نوته که بداه نوازی کردن ملودیک روی این ساختار رو کمی دشوار میکنه از این جهت شما یک نوت هشتمی به این مجموعه اضافه میکنید برای اینکه تعداد نوتاتون زوج بشه هشتا بشه تا راحت تر بتونین به بداه نوازی انجام بدید حالا داستان چیه؟ معمولا حالا کسر میزان بگیم آره متر آهنگ شاید بهتره چون کسر لغت درسته نیست متری که در موسیقی جز استفاده میشه متر چهار زربیست تا است که اگر چهار چهار که اگر من این هر کدوم از این چهار که یک سیاه هست و به دو چنگ تقسیم کنم یک و دو و سه و چهار و میشه هشتا این اعدادی که گفتم ضرب قوی هستن اون وهایی که گفتم ضرب ضعیف یک و دو و سه و چهار و میشه هشتا چنگ در داخل هر میزان حالا من خب اصولا به لحاظ قواعد آهنگسازی و ملودی سازی دوست دارم که ضربهای مهم من که ضربهای قوی هستند با نوت‌های مهم به لحاظ هارمونی با هم باشد یعنی وقتی من یک آکورد چهار صدایی استفاده می کنم خب چهار تا نوت داره دیگه من دوست دارم این نوت های مهم که متعلق به هارمونی هستند روی ضرب های مهم که ضرب های قوی هستند قرار بگیرند و اون چهار تا وی که عرض کردم یک و دو و سه و چهار اون و ها ضرب های ضعیفتر هستند که خب سایر نوت هایی که متعلق به اون آکورد چهار صدایی هستن از اون نوت ها تشکیل شده باشه حالا من اگه بخوام شروع کنم بزنم در داخل هر میزان چند تا نوت نیاز خواهم داشت خب هشتا در صورتی که گام من هفتا نوت داره به همین سادگی یک نوت کروماتیک اضافه می کنید به این مجموعه که هشتا بشه در این صورت مثلا اگه آکورد درجه یک شما دارید من اینجا نوشتم برای مثال آکورد من دو می سول سی هست نوت‌های تشکیل دهندش که در, در موسیقی جاز خیلی از آکورد های هفتم است توسعه یافته استفاده میشه خب الان یک دو اینا باید بیفتن رو ضرب های قوی خب اون چهار تای دیگه چی باید باشن اگر که من هفت نوته باشه گامی که استفاده کردم خب اینجا دیگه نمیتونم اون میزان خودم رو از این نوت ها کم میارم یه چیزی ولی خب الان اینجا به راحتی یک و دو و سه و چهار و دوباره ابتدای میزانه بعدی از بین این گام های بیپاپ من چهار دسته رو براتون آوردم که این خودش دوتاست تاست این هم خودش دوتاست. تاست اولی گام ششم کاسته گفته میشه که یک شخصی به نام بری هریس چون یک سیاه چهره بود که 91 سالگی جدیدن فکر کنم دو سال قبل از دنیا رفتن پیانیست و آهنگساز موسیقی جاز بود حالا قابل توجه دوستان میگن آهنگسازا عمرشون کمه من یه ویدیو راجع به این دارم آهنگساز ها اینکه واقعا آیا آهنگسازا زود از دنیا رفتن همشون ایشون 91 سالگی همین جدیدن از دنیا رفتن که یک گامی به نام گام ششم کاسته کاسته بر اساس گام ماژور ساخت که یعنی اون مایه اولیه گام ماژوره یه نوت کروماتیک روی درجه ششم دار شده اضافه کرد برای مثال گام دو ماژور رو می نویسید دو ر می فا لا سی دو این هفته هشتمین نوتی که اضافه خواهد شد لا بمول هست درجه ششم دار شده ششم دار شده میشه دو می فا لا بمول لا سی دو دقت کنیم باید فاصله اون دوتا نوتی که این نوت جدید اضافه میشه حتما یک پرده باشه دیگه چون فاصله نیرو به پرده که در این سیستم ما نداریم ببین شما اینجا از بین 32 نمیتونید نوت اضافه بکنید یا بین میوفا نمیتونید اضافه کنید ولی اینجا میتونید ایجاد کنید چرا برای اینکه وقتی میخوام مثلا آکورد درجه اول رو بنوازم میگم یک و دو و سه و این نوت لایی که اینجا قرار میگیره نوتیس که در آکورد درجه اول از نوع ششم استفاده میشه من آکورد من سی, س... سی یعنی سی انگلیسی دیگه نوت دو میشه از نوع ششم. من اگه اینو بخوام بنویسم خب دو ماژور رو نویسم دو می سل یه فاصله ششم که لا هستم اگه به این اضافه کنم این دو از نوع ششم ساخته میشه رو درجه اول حالا اگه من اینو بخوام روی ضرب قوی بسازم نیازمند یه یعنی نوتی این وسط هستم که این اضافه بشه بعد بشه یک و دو و سه و چهار و دوباره دو بشه ابتدای میزانه بعد حالا آکورد هایی که روی یک چنین چیزی ساخته میشه چیه خب آکورد اولی که عرض کردم آکورد دو ماژور از نوع ششم هست که نوت لا اضافه میشه آکورد هایی که ساخته بود درجه اول همونجوری که عرض کردم دو می سول لا دوباره دو می این تکرار میشه میشه آکورد ششم دو حالا آکوردی که رو درجه دوم ساخته میشه ر فا ر فا لا به سی این چه آکوردی است اگر مباحث آکورد شناسی رو بهش مسلط باشید آکورد هفتم از نوع فولی دیمینیشت کاملا کاسته چنین حالا هفت دیمینیشت داریم من آکورد هفتم رو یه ویدیو راجبش دارم این آکورد از نوع هفتم هست از نوع کاملا کاسته که فواصلش سنیم پرده ای دیگه از ر تا فا سنیم پرده است از فا تا لا بمولی که جدیدن اضافه شد سنیم پرده است از لا بمول تا سی هم سنیم پرده است البته برای اینکه هارمونی تیرسی رایت بشه خب لا سی دو نوت بعدی رو نباید بگم نوت سیه باید بگم نوت دو بموله به خاطر اینکه از لا من فاصله سوم برم از لا بمول فاصله سوم برم میشه لا سی دو ولی دو بمول دو بمول همان نوت سی است متعلق به گام هم هست یعنی کروماتیک نیست دیاتونیکه متعلق به گام هست این لابه بمول جدیدن اضافه شد به داستان و این حالا آکورد هایی که ساخته شد دو تا آکورد بیشتر نیست سایر آکورد هایی که رو درجات گام ساخته میشه همان آکورد یک و دو هستن به شکل وارون یعنی مثلا آکورد درجه اول دو می سل لا دو اگه من اینو به روی درجه سوم بسازم میشه می سل لا دو دوباره می خب این همون اولی شد دیگه همون نوت چون تعدادش زوجه شما فرقی نمیکنه که از دو شروع کنید یا از می همون نوت ها میشه فقط نوت باستون عوض میشه بخاطر همین آکوردی که روی درجه سوم ساخته میشه همان آکورد درجه اوله ولی روی نوت می اینجوری یه خط کج می نیستن زیرش ای که می هست و می نیمسه. همچنین آکورد رو درجه پنجم هم همون آکورد درجه اوله یعنی اینم هم خب همون چون فقط نوت آغازش نوت سله میشه سی،, سی انگلیسی یا دو از نوت شیشم روی نوت باس سل همچنین اونی که رو درجه شیشم سا... سابق الان میشه هفتم دیگه چون دیگه الان لا بمول اضافه این لا هرچیک این اینم هم همونه فقط نوت باسش نوت لا هست و همچنین تمام آکورد هایی که درجات زوج ساخته میشن همون آکورد درجه دوه که فولی دیمینیش 7 سکورت هفتم که من ر فا لا به مول سی باشم یا به جای اینکه از ر شروع کنم از فا شروع کنم خب میشه همون میشه دیگه فقط نوت باس شما میشه دی فولی دیمینیش 7 اوور اف روی اف و با نوت باس اف این یکی میشه روی نوت باس لا به مول و اون یکی هم میشه روی نوت باس دو بمول که همان نوت سی است من اینجا با بی انگلیسی نوشتم همون نوت سی یه اسامی انگلیسی ای بی سی اینا هم یاد بگیرید لازم است پس یه آکورد ماژور ششم اینجا دارم یه هفتم کاسته کامل مثلا توالی آکورد هایی هم که وجود داره خب آکورد درجه اول بزرگ نوشتم دیگه چون ماژوره بزرگ نوشتم آی شیش به سمت در درجه پنجم که اگه درجه پنجم که نوت سل هست رو نگاه کنین از سل نه تا بشمارین سل لا سی دو ر می فا سل لا پس این نه نه بمول داری که نوشتم همون لا بمولی است که اضافه شده چون مشخصه این گام لا بمول هست خب این اگه استفاده بکنین این فضا رو بیشتر بی باپ رو بیشتر برای من زنده میکنه من در مورد گام های انتقال محدوده مسیان اولیوی مسیان یک ویدیو کامل تهیه کردم بسیار ویدیو جذابی است. ایده مسیان این بود که ها رو با رنگ، رنگ‌های واقعی سبز، قرمز، قهوه‌ای تیره با اینها معادل سازی کرد. خیلی آدم عجیبی بود مسیان. اون ویدیو رو نگاه کنید. من اونجا چندین مود معرفی کردم. مود شیشم مسیان رو میشه جزو مودهای از نوع بیباپ دسته بندی کرد ولی خب نوتی که گامی که اینجا میبینید حاوی نه نوتی اینو همونجور که اونجا از ماژور ما گرفتیم این چیزی که دیدید رو اینجا از گام تمام پرده ای میگیریم گام تمام پرده ای گامی است که نوت همشون یک پرده است فاصله دو تا ر یک پرده ر تا می یک پرده می تا سل به یک پرده سل به تا لا بمول یک پرده لا بمول تا سی به یک پرده سی تا دو باز هم یک پرده حالا اینجا اگر یک نوت فا که فاصله نیم پرده ای با می داره کروماتیکه و اینجا یک نوت سی که فاصله نیم پرده ای تا دو داره رو اضافه کنید آن چیزی که ایجاد میشه مود ششم از گام های انتقال محدود مسیان هست که اونجا اشاره که اگه فواصل به میشه یک پرده یک پرده نیم پرده نیم پرده این یک گروهه همین تکرار میشه یک پرده یک پرده نیم پرده نیم پرده اونجا خیلی صحبت کردیم راجبش این گام خاص حاوی 6 انتقال هست ترانسپوز هست و چهار مود مختلف داره از دو شروع کنی یا ره شروع کنی یا می یا فا و تعداد نیم پرده های کروماتیک بین دو تا قبل از سل بمول هم شیش تا هست خاطر همین شیش تا ترانسپوز مختلف داره چهار تا مود داره که اینا رو منظرم ازش رد بشیم بهتر هست این هم یکی از گذین های سه خلاصه در اینجا وجود داره مورد سوم وارد فضای موسیقی مودال میشیم و دو تا مود که من در مورد هر کدوم از اون مودها یک ویدیو جداگانه دارم ولی اینجا من در مورد مود میکسولیدین و دورین صحبت کردم خب اگر من مود میکسولیدین رو بنویسم یادتون باشه اونجا اشاره کردیم که همه مود ماژوریست که درجه هفتمش به مولدار بشه یعنی دو ماژور رو بنویسید شما دو ر می فا سی دو سی درجه هفتم استو بمول دار کنید سی رو حذف کنید به جاش سی مول بذارید این میشه مود میکسولیدین حالا اگه همون سی که حذف کردین رو رو اضافه کنین یک فاصله کروماتیک اضافه کردید چون سی با سی مول و با دو با هر دو طرف فاصله نیم پرده است این چیزی که ایجاد میشه یک ادغامی است از میکسولیدین و ماجور اجازه بدید بگم آیونیان چون فضای مودال داریم کار میکنیم ماژور هم با آیونیان فرق میکنه من یک ویدیو فقط راجع به همین داره آیونیان که همون یه جورایی ماژور هست یه نوت سی درش هست سی به نداره میکسولیدیان سی به داره سی نداره حالا اگه شما سی رو اضافه کنید همزمان میتوانید هم, می هم میکسولیدین داشته باشید هم آیونیان داشته باشید و بعد اون داستان ضرب و قوی و اینا هم ایجاد میشه که دو می سل سی بمول دو اینا میفتن روی نوت های قوی ضرب های قوی نوت ها رو ضرب های قوی قرار میگیرن یک مورد دیگر هم دورین بیباب این اسم دیگه این بیباب دامیننت هست جای شنیدید همینه اسمش ترسناک نیست همینه دورین بیباب این دفعه مود دورینی است که یه نوت کروماتیک بهش اضافه شده خب شما میدونید که دورین مود دوم یعنی از ر شروع میشه تا ر خب در حالت عادی میشه ر می فا سل لا سی دو ر اگر در دیزدار درجه سوم که فا هست میشه فا دیز رو هم به این مجموعه اضافه کنیم گام هشت نوته است که هم فا هم فا دیز به شکل هم می فا فا دیز و بعد سل به این دقت کنیم به می تا فا نیم پرده فا تا فا دیز نیم پرده فا دیز تا سل هم نیم پرده این معروف هست به دوریان بیباپ و اهلای نکته جالب داره شما اگر که الان خب بلد باشید قواعد موسیقی مودال رو به شما بگم میکسولیدین ر رو بنویسید این الان دوریان ر هست بدون فادیز فا فقط هست توش اگه بگم میکسولیدین ر رو بنویسید و در اون موقع خواهید دید که اتفاقا فقط نوت فادیز درش هست به این میگن گام های موازی یعنی هر جفتشون از نوت ره شروع شدن یه بار ر میکسولیدین یه بار ره دورین خواهید دید که در حالت ر میکسولیدین فا درش نیز فادیز هست در حقیقت آن چیزی که الان من اینجا به عنوان دورین باپ نوشتم به شکل همزمان هم دورین ر توش هست هم میکسولیدین ر در داخلش حضور داره که یکی فا هست یکی فا دیز هست این, این فا دیزی که اضافه میکنید فقط میکسولیدیان یعنی رر هم دارید در قابل من رو برمی‌دونید قاطی میکنین هم میزنید یه چنین چیزی ایجاد میشه بین این دوتا یک سری روابطی هست که به لحاظ هارمونی و اینها دیگه از حوصله بس خارج هست یه حالت محسوسی پیدا میکنه و میتونه یه سکندری دامیننت ایجاد بشه بین این دو تا و اینا که دیگه بذارید رد بشیم ازش و البته گام مجموعه گام های چهارم ششم کاسته مینوره که این اولی رو میگم بهش ششم کاسته اون ششم کاسته ماژور بود این ششم کاسته مینور این اولی یه دومی رو من نوشتم شما میدونید که در موسیقی تو و اون فضاها ما سه جور گام مینور معروف داریم مینور تئوریک مینور هارمونیک مینور ملودیک در مینور هارمونیک درجه هفتم دیز میخوره تو مینور ملودیک درجه ششم هم دیز میخوره اگر من به شما بگم دو مینور رو بنویسین به دایره پنجمها مراجعه کنید می بموله لا مول سی هم بموله. و اگه بگم مینور هارمونیک رو بنویسین دو مینور هارمونیک شما درجه هفتم که سی بمله بملشو کنید سی به کار استفاده کنید سی اینجا ایجاد میشه می که به مول هست دو می به مول فا لام که به مول هست سی به مول هم تبدیل شد به سی به خاطر اینکه مینور هارمونیک کنه نوشتم حالا اگه بگم مینور ملودیک رو بنویسی شما لا به که درجه ششم اونم به مولش رو هست کنید خود لا به کار استفاده کنید این هر جفتش همزمان حضور داره پس اگر من به شما بگم دومینور هارمونیک بنویسید میشه دو ر می به مول فا سول لا به مول سی دو لا توش نیست لا به مول است اگه بگم دومینور ملودیک بنویسید میشه دو ر می به مول فا لا سی دو دیگه لا به مول توش نیست پس این نوتی که من اینجا اضافه کردم نوت لا به که خب هم با سول فاصله کروماتیک داره هم با لا فاصله نیم پرده داره باعث شد که شما به شکل همزمان هم مینور ملودیک و هم مینور هارمونیک رو با همدیگه داشته باشید میبینید تقریبا تو همه اینا یه چنین حالتی است یعنی شما دارید اینجا مثلا دورین و میکسولیدین رو با هم دارید تو این یکی ماژور و یا بهتر بگم آیونین و میکسولیدین رو با هم دارید شما اینجا مل... م... مینور ملودیک و مینور هارمونیک رو همزمان با هم دیگه دارید درجه سوم این می که اینجا میبینید فاصله سوم کوچک است به خاطر به این گام گام مینور میگن و آکوردی که درجه اول ساخته میشه دیگه دو ماجور 6 نیست دو مینور 6 همه و اینم هم می به همین آکوردها هست فقط یه آلترده بعد بهش اعمال بشه و البته اینجا هم همین هست یعنی آکورد هفتم کاسته که گفتم اونجا هم شکل میگیره و البته مورد دیگه فرض کنید که مینور تئوریک دارید مینور تئوریک خب دایره پنجم ها برید میشه دو ر می به مول فاصل لا به سی به دو دیگه سی درش نیست و اگه مینور هارمونیک بخواید بنویسید این سی به رو باید سی بکنید کاری که میکنید در این حالت بعدی وقتی که این نوت سی به اضافه میشه به این مجموعه مینور هارمونیک شما همزمان هم مینور تئوریک رو دارید هم مینور هارمونیکو دارید که اینجا یک فاصله سی بمل سی دو یک فاصله نیم پرده ای ایجاد میشه که این به شما این امکان رو میده که علاوه بر اون ضربهایی که عرض کردم این فضای هر جفت این دو گام رو به شکل همزمان با هم دیگه داشته باشید خلاصه در اینجا اومدیم بین اینجا یه دونه نیم پرده گذاشتیم اینجا اومدیم بین نوت سی بمل و دو گذاشتیم خب الان اینجا بین سی و دو نیم پرده است من اونجا نمیتونم ایچه... نوت کروماتیکی بذارم ولی اینجا فاصله سی به ملتا دو بود من یه دونه سی قرار دادم اینجا باز هم اینجا سی به ملتا دو بود یه نوت سی قرار دادم و موارد مشابه دیگر